سلام و وقت بخیر. بیننده های عزیز تلویزیون آشنای صدای آمریکا، برنامه کاکتوس پلاس با لشکری، بسیار زیاد خوش آمدید به گفتگوی من با نماینده فراه در پارلمان پیشین افغانستان در نظام جمهوریت و یکی از رهبران جبهه آزادی افغانستان که در حال حاضر در کشور ترکیه به سر میبرند. دستاوردهای جبهه آزادی افغانستان در طول یک سال اخیر در امر مبارزه سیاسی و نظامی در برابر گروه طالبان چه بود است؟ آیا یاسین ضیا یکی از رهبران جبهه آزادی افغانستان، آنطوری که گفته میشه و شایع است، در قتل اکمل امیر نقش داشته است؟ پول و هزینه مالی جنگیدن جبهه آزادی افغانستان را کدام کشور تمویل میکند؟ تمام این سوالات و بیشتر از این را در گفتگوی امروز من با عبدالستار حسینی تماشا کنید. سلام و وقتتان بخیر آقای عبدالستار حسینی، نماینده پیشین مردم فراه در پارلمان افغانستان در نظام جمهوریت و یکی از رهبران جبهه آزادی افغانستان. امیدوار هستم خوب باشید. از اینکه امروز فرصت دادید تا در برنامه کاکتوس پلاس با لشکری از تلویزیون آشنای صدای آمریکا میزبانتان باشیم و با شما صحبت کنیم، سپاسگزار هستم. سلام عرض ادب خدمت شما جناب لشکری محترم و خدمت ملت رنگ دیده و زجر کشیده افغانستان، و درود مفرستیم بر روی شهدای افغانستان، علل خصوص شهدای دو سال اخیر که در افغانستان زجر کش شدند، بعد زیر شکنجه مردند و خواهرای ما، برادرای ما را که جان خود به خاطر آزادی افغانستان نثار کردند، درود مفرستیم بر روی روانشان. سپاسگزارم شما آقای حسینی که وقت دادید. من مطمئن هستم که امروز سوالات بسیار مهمی از شما پرسیده خواهد شد که مردم افغانستان دوست دارن پاسخ به این سوالات مهم را از شما بشنوند. در ابتدا می خواهیم از خودتان بیشتر برای من بگویید آقای حسینی کجا هستید، چه می کنید، دقیقا چه مدت از فرارتان از افغانستان می گذره؟ خب من بعد از که افغانستان اشرف غنی با تیم خود و خلیلزاد معامله کرد، من در فراه بودم. گرچه که شما میفهمین که وکیل سرباز نمی باشه، او مجید قانونگذاری هست در پارلمان، اما به خاطر حفظ و تمامیت هرزی و جان مردم خود در کنار نیروهای قوای مسلح، اردو، امنیت ملی، پلیس ملی، آدم ولایت فراه شدم. در ولایت فراه از تخت، هرچندی که شما یک پیشینه نظامی هم داشتید، یعنی قبل از اینکه وارد دستگاه قانونگذاری و بررسی و مدیریت قانون در افغانستان باشید، شما یک نظامی بودید. بله کاملا. من در زمان آمده کرده از نظام استعفا کردم، گرچه که تکرار هم است. من یک قاچاقبر به نام یعنیفه گرفتم با 630 کیلو، او را به دفتر احسایو تسلیم کردم و در زمان آمده کرده و الکو او را رها کرد در بدل پول انگفتی. باز من مایوس شدم، از نظام استعفا گرفتم، گرچه که ما وکیلم بود که به قطعات ما و کمیسیون امنیت داخلی بودم، بررسی ولایات قطعات نظامی را من میکردم. بازم که من میرفتم، یعنی جایگاه خود من است یک سرباز در موقع میدیدم، من افتخار میکردم که من همین لباس نظامی در جانم است و به نظامی خود افتخار میکردم. بسیار خوب. افغانستان به قول شما توسط آقای غنی و تیم او در یک معامله به طالبان سپرده شد و شما کابل را به مقصد فراه ترک کردید تا در کنار نیروهای امنیتی بایستید. داستان را ادامه بدید. بله، ما به ولایت فراه بودم که از قبل معامله شده بود او کسایی که در آینده هم میخواست مشکل ایجاد کنه با دونا را میکشتن توسط طالبه ها. خب ما رفتیم برای طالب تسلیم نشدیم. والی فراه به نام مسعود بختاور بود که پدر از او قبلا تقریبا 1500 میل سلاح قمندانی امنیه و
از خود بر طالب تسلیم کرد، بر طالب تسلیم شد. ای مسعود بختاور از معاونیت ولایت ای پس شد، دور شد، منفک شد. بازی تقریبا مدت بیکار بود. بازی در بدل $3 لک آمریکایی توسط مویه با شورای امنیت پس گماشته شد به نیست والی، و ای رفت تمام کندک ها را، بخصوص دو کندک 6 و 9 فراروده که ولسوالی بال بلوک میشن، ای برای طالب داد که فیلم ها و مستندات رو هم فعلا هم هست که به نام تخی یک کماندان کندک هست. از برادران اداره ما هست که واقعا مردانوار رزمیدن و این کندکار رو بر دشمن تسلیم کردن، و بر ما پلان جور کرده بودن همراه طالبا که ما رو زنده برای طالب تسلیم کنن، و ما رو بسم الله خان محمدی روان کرد که ما حمایت میکنم و فرا بره. رئیس جمهور گفته بره ما بره، بسم الله خان در وزارت دفاع گفته که ما به گفتی رئیس جمهور تا دیمزنگ نمیرم، به خاطر که رئیس جمهور در بر افغانستان او یک بودی سرطان زا بوده تا این مدت او نترزه. ما چطور به گفتی رئیس جمهور میرم؟ ما وکیل هستم، ما خود سرباز نیستم که بریم. گفت به خاطر من، شما یک بچه یک مجاهد هستیم، من میگم ما میرم به خاطر مردم خود. رفتم که والی تسلیم شد. قمندان امنیه به نام اسدالله شیرزاد بود که او یکی از خائنین بود که قبلا سلام مهمات روان کرده بود به دیوال سرخ، تسلیم کرده بود. امنیت ملی شامل جنگ شد که تا آخرین لحظه جنگ کرد، افراد خودش شهید داد، متباقی هم اسیر شد. کمربندی را مکمل برای طالبا معامله کرده بود. اوزه ها و اینا تعداد تسلیم شد، قسمتی آمد تعداد به لوا. ما 6 تیم اونجا با هم تعهد کردیم که تا آخرین لحظه با طالب میجنگیم و بر طالب تسلیم نمیشیم. با چه کسانی نشستید و تعهد کردید آقای حسینی، شما و چه کسانی دیگر؟ تعهد ما عبدالصمد شمس بود که او را قبلا رئیس امنیت بود، تا یک توطیه مویب و غنی او را از کار برکنار کرد، به سارنولی معرفی کرد. او را ما پس بردیم به فراب به نیست قماندان لوا، در صورت که اونا نشاط وظیفه‌ای خود او کارمند امنیت ملی بودند، تا تورن جنرال شد به امنیت ملی، اما او را به وزارت دفاع داد، او را قماندان لوا کرد. وقتی که ما ای را بردیم، ام شو که ما بردیم، ساعت 5 رسیدیم به ولایت فرا، 5:30 او را معرفی کردیم، ساعت 6 به داخل ولایت فرا سر ما درگیری شد و طالبان از قبل والی فرا و شاروال فرا به نام نجیب ادیبیار، اینا کسایی بود که از قوم نورزایی، اینا قبلا که قومای خود من میشه، اینا از قبل با طالبا هماهنگ کرده بود، پوسته ها را ولایت در بدل پول بانک بر والی داده بود که پول بانک شما بکشین و این کسایی که ما میخواهید زنده بر ما بده و ولایت تسلیم کنیم. از قبل پلان شده بود، پلان طراحی شده بود، خود اشرف غنی برش گفته بود که تسلیم کن، و من خود من نشنیدم، کسایی که اوج شنیده بود که مردم رفته بود برای مسعود که تو چرا امرای حسینی تو کردی، و خب به خاطر امنیت آمده بود، به خاطر دفاع از خودت آمده بود، چرا امرای دوی تو کردی؟ گفته برای من اشرف غنی داده که ولایت تسلیم، گفته که اشرف غنی داده و چرا برای حسینی نگفتی که از کابل نباید می آمد؟ گفت شد دیگه. اما مسعود بختاور او را طالبا گرفت آورد تا به کابل، از کابل را انتقال داد، فعلا با آمریکا زندگی میکنه، برای خود ادمو پیسه گوداری باز کرده به آمریکا، به کالیفرنیا. با پول مردم افغانستان رفته گوداری باز کرده برای خود در کالیفرنیای امریکا. بله، با پول بانک، با پول بانک فرا، با پول بانک فرا. و یک کسی جالبه برای شما به عادی هم جالبتر کنم، یکی میره با امریکا، میرسه بعد از چندین ماه باز برای ما یک کارمند گمرک تماس میگیره که همین 2 ماه آخر حق حساب از گمرک مونده. گفته خود تمیج والی بود، گفت خودت همین جو والی بودی که میل 78 طالب گرفته. او چی حسابیت؟ گفته نه، من حساب خود 2 ماه میخواه، مای 50,000 1 لک. بازی گفته برو دیگه، دست خلاص پیش سرمه حسابی نداری. بازی بعد از چند روز بر پدر از آدم زنگ داده بود که بچیت پیسی مرا نمیده، باز یک روز اگر افغانستان آماده باز گیره نباشه. بازو پیرمرد، من پیرمردای قهرمان دیگه، بازم هر چی که به میگوتی عطار نبوده در نثارش میکنه، برو تو وطن خراب کردی، وطن فروختی، تو حالت بعد از چندین ماه حق حساب گمرک میخوای؟ آیا آقای حسینی میدانید که این جناب عالی با چقدر پول افغانستان رو ترک میکنه و به امریکا میره؟ آیا اطلاع دقیق شما از مقدار پولی که از افغانستان به قول شما از پول بانک ولایت فرا با خود انتقال داده چقدر بوده؟
خب ایره من نمیفهمم، دقیق نمیفهمم، به خاطر که ما از اونجا فرار کردیم آمدیم به کابل بعد از 7 روز درگیری و جنگ و مشقت و بدبختی، خود به کابل رساندیم. شب به کابل ساعت 2 بجه رسیدیم، صبح ساعت 9 بجه بچه من علی سینان هم داره، گفت که پدر جان بیشی من 7 شبان در روز خواب نکرده بودم، گفت بیشی که طالبان آمده دیمه زنگ گرفته. بعد من گفتم بچه من تو برو بگو صبحانه برات بده، تو مریض هستی. گفت نه بیشی پدر که طالب آمده دیمه زنگ. بعد از کابل هم فرار کردیم، آمدیم 3.5 ماه به شکردره بودیم، از شکردره آمدیم ازبکستان، از ازبکستان آمدیم ترکیه، فعلا در ترکیه هستم. بعد از 6 ماه با نظامی های مقتدر، نظامی های واقعی، نظامی هایی که قربانی داده بودم سنگرهای خود، مردمان واقعی از 34 ولایت امران مشوره کردیم، شور کردیم جبهه بسیار آزادی بسیار افغانستان ب ب ب ب ایجاد ب کردیم برای ب ما. داستان ب داستان ایجاد و تشکیل جبهه آزادی خواهیم پرداخت آقای حسینی، اما یک سوال. بسیار خوب، پولی که از فرات دزدیده شد و به قول شما به آمریکا برده شد تا کدش گاو خریده شد و شیر گاو بفروشن، من مطمئن هستم که او جناب در شیر او گد خواد کرد و فروخت، خواد فروخت به آمریکایی‌ها، از او مقدار پول آگاهی ندارید، اما دقیقا با چه کسانی در ولایت فراه نشستید و تصمیم گرفتید که در برابر طالبان بایستید و بجنگید و آیا جنگ مسلحانه و مقاومت مسلحانه میان شما و گروه طالبان در ولایت فراه شکل گرفت آقای حسینی یا نه؟ تا آخرین لحظه که ما از تیررس دشمن بیرون شدیم ما درگیر بودیم با هم تا آخرین لحظه. اما شب آخری که می آمدیم، به آخرین شب که به حساب تمام لوا فرا محاصره بود، از 2 قسمت کوه هست، 1 قسمت محل مسکونی هست، 1 قسمت زنان سمت جنوب که به دشت بود باز بود، که باز ما اسکواتر آوردیم و دیوار شکستاندیم، از اون قسمت رفتیم تا آخرین لحظه ما درگیر بودیم. آخرین لحظه تعدادی از دشمن به کمین شخص خود ما عمو صمد خان و رئیس شورای ولایتی افتاد که تعداد از اونا خود اونا میفهمن که با آخرین دفعه بالاتر از 80 نفر بود که اونا به جهنم رفت. ما کسایی بودیم که صمد خان بود رئیس شورای ولایتی به نام دادلا قانی که برادر از اونا تقریبا 3 روز یا 4 روز پیش توسط توطئه همین ستون پنجم به شهادت رسیده بود. بسیار خوب آقای حسینی، پس شما بعد از 7 روز درگیری و مقاومت در ولایت فراه بالاخره فراه را به مقصد کابل ترک می کنید و میدان را خالی می کنید. چرا نایستادید؟ چرا نجنگیدید؟ آیا نیروی شما از نیروی طالبان کمتر بود؟ آیا تسلیحات نظامی شما از تسلیحات نظامی طالبان کمتر بود؟ و آیا مگر شما در یک گفتگو و تعامل با وزیر دفاع آن وقت افغانستان یعنی بسم الله خان به ولایت فراه نرفته بودید؟ آیا هیچ گونه کمکی از مرکز به شما در این 7 روز نرسید؟ اولا خو قبل از اینکه بسم الله خان بیا او جره یک امو احمد ولی و یا ولی محمد احمد زید و درستیز شد به جای دکتر سید یاسین زیا. او کسی بود که دوسیه داشت به سارنوالی. او کسی بود که قلوردوی المند تباه کرده بود، کاملا حتی آهن و تیل و یاشر فروخته بود، حتی اسکوار فروخته بود. ایر آوردن که به سارنوالی معرفی بودن، ایر آوردن لوی درستیز کردن. ما با وکیلای فرا که فعلا هم زنده هست، عبدالغفار آرمان، نصیر فرایی، اموین شهیدزاده، خانم روشن، ما رفتیم پیش ازی که سلاح مهمات ما داخل لوا داریم، امی سلاح مهمات ما توضیح میکنیم بر کسایی که از شهر فرات دفاع میکنن، سلاح را ما ضمانت میکنیم، اگر سلاح گم شد، پرتله گم شد، سلاح گم شد، مرمی، هر چیزی که او که به جنگ دشمن حریق میشه، بس چیزی که ما بر شما سند میدیم که ما متقبل هستیم که بر دولت، بر نظام ما خساره بدیم، تا سلاح رو بده که عدم جغرافیا دفاع کنم. گفت رئیس لوجستیک وزارت دفاع آمریکا برای من گفته که این سلاح رو بر کس ندین. ما بردو گفتم که احمد زید من یک نظامی هستم که عربی 16 خواندم عربی 5، تو چی گفته رئیسی؟ رئیس لوجستیک وزارت دفاع آمریکا چی کار به سلاح فرا داره؟ گفته نگو کلان آدم جنرال سلوی درستی سفه، چرا تو دروغ میگی؟
طلا را نداد، یک کسر از برادران علیزهی ما بود که او خود رو به سارنولی معرفی شده بود، او دوسیه داشت، جرم داشت، او تقاوت کرده بود، ایره روان کرده بود به صفت قماندان لوای فرا. اونجا یا شر فروخته بود پوسته ها را با مسعود بختاور. من میتونم یک پوستر نمونه مثال نام بگیرم، پوستی پشترود یا تنگ نمده، او پوسترش شو 12 نفر نیروهای قهرمان اردوی ملی ما را شهید کرد. او کسایی هم که رفت با طالب تسلیم شد، او کلن و بیز تسلیم کرد، در بدل 6.5 لک افغانی قماندان لوای پیسر گرفته بود، که اسناد مستند پیش ما هست که 6.5 لک پیسر مسعود بختاور برش داده بود، این تانه رو بیز فروخته بود. آقای حسین، این داستان تکان دهنده است که شما بیان میکنید. یعنی قماندان لوا در بدل 650 هزار افغانی یک پوسته خود را میفروشه که در او 12 نفر بیزه، از بیزه، یک بیزه میفروشه که 12 نفر 50 نفر 50 نفر. این داستان تکان دهنده است. یعنی به همین اندازه شرافت، به همین اندازه انسانیت، به همین اندازه مسلمان بودن و اسلامیت این دوستان به تاراج رفته بود، در بدل 650 هزار افغانی یک بیس را میفروشن به طالبان. ببینین، اولا خویر میفهمیم تکرار هم هست که تکرار میشه همیشه تمام میگه. این یک معامله ننگین بود توسط اشرف غنی، تیم و مسئولینی که در رأس بودن، افغانستان رو باید برای طالب میدادن. اشرف غنی از قبل، اشرف غنی این یک موری بود که توسط خود آمریکا آمد بر افغانستان حاکم شد. این از زمان ما رفتیم پیش آمد کرزی. اشرف غنی بر آمد کرزی شکایت کرده بود که در پارلمان امرای ما در تقابل است. یعنی این لست ای وکیلار، این وکیلار رو بخواه شما برای ناگب بزنید که چی میخواه این وکیلار. باز رئیس پارلمان رحمانی بود و تقریبا ما 22 وکیل بودیم. باز لست داده بود که این وکیلا را شما بخوای امرای اینا گپ بزنید. خب ما رفتیم، چاشتم امرای آقای کرزی بودیم، نان هم امرای دو خوردیم. سرم نان من برش گفتم، گفت باعث بدبختی و تباهی افغانستان آقای کرزی خودت هستی. گفت چرا خودم هستم؟ ما گفتم امیر رئیس پروسی انتقال قدرت از خارجی به افغانا ایره تعیین کردی و ای در هر ولایت میرفت، در هر ولایت که مجردی که پایان میشد از تیاره، ای پرچم با پرچم افغانستان و پرچم ترنگ مقدس ای بینی خود پاک میکرد، ولی مردم افغانستان می فکر میکرد که ای پرچم میبوسد. میبوسید؟ آقای حسینی میبوسید؟ ابدا نمیبوسید. ای اصلا ای توهین میکرد به پرچم، به کوهای مسلح، به افغانستان، به خون شهدا. ما ای یک انسان نشنالستی. من مدارک، یعنی من مانند من، درست است که امنیت ملی وجود داشته، استخبارات کشف وزارت دفاع وجود داشته، استخبارات وزارت داخله وجود داشته، اندازه ما در مقابل اشرف غنی، مویه، فضلی، تیم از وزارت داخله، وزارت دفاع، ریاست عمومی، یعنی فکر نکنه که هیچ انسان مدارک مستند مدلل در تمام ولایات که اینا چه جنایات کرده، قماندان های کلوردو رو که مقرر کرد، قماندان های امنیه رو چه رقم اینا مقرر کرد، در بدل چی والی ها رو چه رقم مقرر کرد، چه رقم اینا طالب آورد، چه رقم اشرف غنی با شبکی اقانه شیش، چه رقم اقانه ها باید بیای سر اقتدار داخل کابل، تمام چیز اگر روز شد، افغانستان شد، محاکمه عدل و عادل شد، خب با اشرف غنی و دار دسته و تیم بسه. و معاون اول و دوم آقای حسینی، تاریخ افغانستان نشان داده که هیچگاه یک دادگاه عادلی برگزار نخواهد شد که مجرمین بزرگ تاریخ افغانستان را به سزای اعمالشان برسانه. من مطمئن هستم که در آینده هم با این روال نخواهد شد. اما یک سوال، شما از بسم الله خان کمک خواستید برای اینکه شما را در ولایت فرا حمایت نظامی کنه تا در برابر طالبان بایستید یا نه؟ بسم الله خان ما را روان کرد به این اون که شما برید فرار نجات دهید و مبارزه کنید، ما با تمام امکانات شما را حمایت میکنم. بسم الله خان، من نمیتونم بگویم که من این بسم الله خان گفت بود. این گپ سراج خان رئیس عمومی امنیت ملی بودن، متین بیگ رئیس دفتر رئیس جمهور بودن، وزیر داخله
عبدالستار میزکوال بودن، رئیس دفتر خود وزیر دفاع به نام آقای اندرابی کدام کس بود، یک جنرال قبلا کماندان قلوردو بود، آدم شریف بود، اینا بودن دیگه، وکیلای فرا بودن. شما بریم، ما با تمام امکانات شما رو حمایت میکنیم، ولی وقت شد که برش زنگ دادیم که بسم الله خان ما رو خود روان کردی، ما رو بدبخت بیچاره کردی، گفت هرات تسلیم شده، هیچ کار ما نمیتونم خود تر کاری میکنم. گفت من سرباز تو خونی نیست که تو برمی گر کار خودت میکنی، سرباز تو خونی نیست. ما رو گفت برو اونجا. خلاصه ما از داشته های خود، آدم دوستای خود، بسیار خوب. پس اسماعیل استفاده کرد، بر طالب تسلیم نشدیم. پس از سقوط ولایت هرات و پس از دستگیری و او اسارت شک برانگیز آقای اسماعیل خان، بسم الله خان هم به عنوان وزیر دفاع آب پاکی رو بر روی دستانتان ریخت و گفت که بعد از تسلیمی ولایت هرات ما کاری برایتان کرده نمیتونیم، یا خودتان بجنگید یا تسلیم شوید یا منطقه را ترک کنید. بسیار خوب، شما تسلیم نشدید و به کابل برگشتید. آقای حسینی، دولت سقوط کرد، نظام سقوط میکنه، جمهوریت به دنبال کار خود میره، حکومت طالبان میآید، شما افغانستان رو ترک میکنید، تای میدان خودتان رو به ترکیه میرسانید. در ترکیه دست یک کار سیاسی نظامی زدید، جبهه آزادی. جبهه آزادی در این چند ماه اخیر بیشتر از اینکه فعالیت‌های مؤثر برای امیدوار کردن مردم افغانستان گویا مبنی بر رویاروی نظامی در برابر حکومت طالبان داشته باشه، یکی دو ضربه بسیار سنگین از لحاظ روحی روانی به مردم افغانستان وارد کرده که به او داستان ها میپردازیم. اما بیایید از اینجا شروع کنید که جبهه آزادی اصلا چیست، چگونه تشکیل شد و چه کسانی در کنارتان ایستادن تا جبهه آزادی ایجاد شده؟ خب پیش از اینکه من به پاسخ سوال شما در مورد جبهه آزادی بپردازم، یک چیزی من میخوام وضاحت بدیم که ملت افغانستان و جهانیان بفهمند. ما رفتیم در فرا بعد از دو شب درگیری جنگ شدید، آمدیم به لوا، مدیر لوجستیک خواست که نان بیار، گفت که من یک کیسه برنج بوده برای سربازا، ما رو نم کردیم پخته کردیم. ما و سمد و شمس بودی، گفت که این خو لوجستیک سما یاشه میاره، که تو یک کیسه برنج، گفت که برنج اینجا نیست، گفت که موترا و تانکا را تیل بندازیم که ما میریم پت به خط، گفت تیل نداریم. ما به دو تعرض، او کسایی که همراه ما بوده، آمر امنیت خدا جنت فردوس جای کنه به نام سخی اکبری، یکی از قهرمانان ولایت ما بود که او را دشمن شهید کرد بعد از عفو عمومی، ای تعرض کرده امرای برادر ما رفته یک تانکر تیل از منطقی که دشمن جای بجا بوده، ای را آورده، ای را کاورده، تانکای ما کلگی دیزل میخورده، ای را کاورده پیترول است. باز یک تعرض دیگه کردیم، باز یک تانکر تیل دیگه آوردیم که دیزل بوده، ما تانکای و ارانجات خود تیله، حتی یک لیتر تیل بلوان نبوده، یک کیسه برنج نبوده، ایت نان یاشه از قبل اینا لوار کاملا خالی کرده بودن از مواد یاشوی، تزدیک به نام چیزی که به درد میخورده، اینا لوا کشیده بودن. آیا این پلان شده بوده اگه نبوده؟ میایم سر مسئله جبهه آزادی که کی هست، چه رقم ایجاد شده. ما بعد از اینکه از افغانستان آمدیم، جای به جا شدیم، امرای دوستای نظامی که اولادا و فرزندان غریب بودن، فرزندان رهبر و قماندان و سمت و سو از بینا نداشته، امرای می غریب بچه ها که قلب و هوش از اونا برای وطن می تپیدن، یک جا شدیم که به خاطر آزادی افغانستان، افغانستان خو معامله کردن، هویت عزت و ننگ و ناموس ما کل زیر پا هستی، زندگی هم بر ما در خارج، ای هم خو مرگ بر ما بهتر است. ما از 34 ولایت مردم افغانستان چی بیشتر نظامی ها هست، از سه ارگان، حتی میتونه بگو چارتا، او کسایی که خیزش مردمی هست یا اربکی هست، مردمانی که بیگرافی و بگراند خوب دارن، یعنی نمیشه که یه رو بگوی فردا، یعنی دزد امرای شما هست، قاتل امرای شما هست، جاسوس امرای شما هست، این تو کسار نداره. ما شیشتیم که در دی جبهه همگی بود، مشورتی منیس برادر، منیس سرباز، مثل که شما پیشتر مرا معرفی کردین که یکی از رهبرای جبهه آزادی، نه من یک سرباز هستم، سربازم یک میاد داره، میاد دو که تکمیل شد ترخیص خود میگیره، ترخیص ما آزادی افغانستان است، مردمان کار و اهل کار به مسند نشاندن. آقای حسینی،
آقای سری ببخشید، من امیدوار هستم که واضح صحبت کردن ما خدای نکرده سوی تفاهم ایجاد نکنم. من به این خاطر شما را یکی از رهبران جبهه آزادی بیان کردم، به دلیلی که هم در جایی که نشستید، هم با لباسی که بر تن دارید، هم با ریش تراشیده و چهره تر و تازه تان بیشتر به یک رهبر میماند تا یک سربازی که در میدان جنگ با شکم گرسنه، با لباس خاکپور، صلابدست در برابر حکومت طالبان بخواهد بجنگه. طبیعتاً به ظواهر امر نشان میده که شما سرباز نیستید، یکی از رهبرانی هستید که در خارج از کشور نشستید و یک جبهه را در درون افغانستان احتمالاً مدیریت میکنید. خب این ریش و لباس ها خیلی خود نظافتی هست که ما با مکتب عربی 16 یاد گرفتیم که استادای ما بر ما آموخته که نظافت جزء ایمان است، لباس منظم باشه. اگه نه کلی لباسی واسکت وطنی است، کالا کلی یک جور لباس 700 افغانی و 700 هم واسکت ما میشه 1400. 1400 میشه 12 دلار. این لباس مشفن ما است. ریش هم که ریش کل کردیم، حمام کردیم، رو گروت شیشته هستیم. بسیار. من گفتم شباهت شما به یک رهبر، شباهت شما به یک رهبر بیشتر است تا به یک سرباز. آقای حسینی گوش کنین، امین ملت افغانستان از رهبر، امیر، فلان، از اینا خسته شده. ما هیچ وقت امین لقب بر خود نمیدیم. سرباز هستیم، یعنی سربازایی که همراه ما در سنگر بوده، اونا خود از اونا میفهمیده که من ده وقفه از اونا پیشتر بودم، کنار اونا بودم، تا آخرین لحظه هم اونا رو ترک نگفتیم. هر جایی که در هر جایی که مشکل پیش شده در حوزه غرب، در کنر، مسئله جنگ که بین خط دیورن و نظامی های مافیایی شد، اولین کسی بوده که ما رفتیم. در هر زمانی که سر نظامی های ما تنگ سام آمده، من کنار اونا استاد بودم. من منتظر زی نبودم که رئیس پارلمان مرا عیت بگیره یا مقرر کنه که ایواد بره بررسی کنه. ما خودم تکیت میکردم روی نفرها، خود میرفتم، قماندان و مسئولین هم میشناخت که این آماده. بسیار خوب. اما حالا در ترکیه هستید، ادامه بدیم. آقای حسینی، جبهه آزادی چگونه تشکیل شد بعد از جلسات پیاپی شما با نظامیان و با فرماندهان نظام گذشته؟ جبهه آزادی تشکیل میشه، اما سوال من اینجاست که جبهه آزادی توسط چه افراد کلیدی در رهبری این جبهه کیست؟ از لحاظ مالی این جبهه چگونه تمویل میشه؟ سیاست های این جبهه چیست و دستاورد این جبهه در این مدت چه بوده؟ خب جبهه آزادی بر شما گفتم که از مردمان مدبر، مردمان خوب، خاکسار، اولاد غریب از سر تا سر افغانستان تشکیل شدن. خب بعد کسایی هست که مثل حسینی میایم که من همی سرباز همی جبهه هستم، بعد کسایی هست که برادر از اونا، خانه از اونا، فامیل اینا، قوم اینا داخل وطن است، اما کنار ما هست از 34 ولایت. اونا ما نمیخوایم. نظامی های ما کاملا نظامی بوده و علنا هم مبارزه میکنه، هیچ مشکل نداره. از 34 ولایت شما هر گاه در ولایت پرسان کنیم، ما میگم که از فلانه ولایت کی هست. خب من به دنبال این هستم بدانم که آیا لویدرسیز سابق وزارت دفاع افغانستان و سرپرست وزارت دفاع افغانستان آقای یاسین ضیا در رأس این جبهه آزادی هست یا نیست؟ آقای حسینی، بله، ای تو هست که فیصله ما بردی شده بود که ما بود مشورتی داریم. وقتی که من یک مصاحبه امرای شخص خود شما کردم، یک کس دیگه بود کردم که بسیار تاکید میکرد که مسئول دکی هست، مگه دکتر سب یاسین ضیا. و دکتر سب هم ایر بر ما بعد از مصاحبه را کشید، گفت فیصله ما شما چنین چیزی نبوده. مگه مشکل ندارم، چون این یک بود شرحی داره. میگه کسی که از شما سه نفر یک جای هستید در مسافرت، در یک مسیر میرین، یک نفر از شما بیشتر میفهمن، او را میتونه امام خود تعیین کنه که بر شما پیشنمازی کنن. امام شما در حال حاضر یاسین ضیا است؟ بله، امام ما او بیشتر میفهمد در نظام، در جنگ‌های نامنظم، یک جنرال کارکشته، اولاد غریب و تمام جنگ‌های افغانستان تا 20 سال زیدخل قضايا بوده. بسیار خوب. دستاورد شما آقای حسینی در حال حاضر، دستاورد جبهه آزادی در طول چند ماه اخیر چه بوده؟ یک، قبل از اینکه دستاورد پاسخ بدید، من میخوام واقعا صادقانه بدانم، جنگ نیاز به پول داره، جنگ نیاز به سلاح داره که با پول خریده میشه، جنگ نیاز به عساکر و سربازهای میدان جنگی دارن که با پول باید تمویل شوند و ماش به اونها داده شود، جنگ نیاز به جغرافیا داره. من میخوام بدانم که ابتدا فنتان را کدام کشور، چه گروه، چه حزب، چه نهادی
پرداخت کرده، پول جبهه آزادی را. دو، چه جغرافیایی در افغانستان در اختیارتان است؟ سه، چقدر نیرو و جنگجو در داخل افغانستان دارید آقای حسینی؟ البته با توجه به امامتان آقای یاسین ضیا. اولا خو من میتونم برای شما بگویم با جرأت، این جرأت در وجود ما هست که هیچگاه خلاف نگویم. تا فعلا هیچ کشور ما را حمایت نکردن و هرگاه هر کشوری هم که ما را حمایت کنند به خاطر از بین بردن طالب، ما هیچ وقت دست از اونا رد نمیدیم. اما ایره برات میگیم، بر ملت افغانستان میگیم، از آمریکا و انگلیس کمک نمیگیریم، به خاطر که 20 سال ملت افغانستان غرق خون کردن، به خانه به خانه هر کدام 4 نفر 5 نفر شهید دادن، مردم افغانستان معامله کردن به دست یک گروه عجیز خودفروخته ظالم جبار که شما میبینین که نه سر زن، نه سر خواهر، نه سر مادر، نه سر افسر ما، نه سر موی سفید ما، نه سر کلان ما هیچ رم نمیکنه. فقط گپای صحبتای اینا رو هم خود دیدین که اینا مردمی هست میگه پیامبر خدا سر انترکانتیننتال استاد بود، اونجا ورق امضا میکرد که شما بری به بهشت بری خود انتحاری کنین. شما چند پیش دیدی اموسیر در هرات گفت که حضرت سلیمان با الیکوفتر میرفت به طرف عربستان به کوهای سمت شمال، اونجا برف باران بود، پس آمد به بلخ نشست کرد. شما دیدین که گفت که صاحب محترم اونجا ما گشنه بودم پیش خدا دعا کردم دو تا گوسفند خداوند کباب کرده بر من پایین انداخت. بر پیامبر خدا چنین کار نکرده. ای اولا این کی است؟ نماز خدا بلد نیست. ما امی مردم ها را میبینین، مثلا میگه شیخ الحدیث امیر المومنین، اولا که شیخ الحدیث با 3000 حدیث نبوی را از بر داشته باشه. ما حاضرم که در پیشگاه ملت افغانستان قسم بخورم و حاضر آمده استم، اگر امی ایبت الله خوالم وجود نداره، امو سای منصب آیسای پاکستان که 6 هست که از پشت گف میزنه، امو اگر 15 حدیث یاد داشت من میره برم طالب تسلیم میشم. یا مثلا سراج الدین اقانی که او یک تروریست است که در دو جایزه مقرره، او میگه من خلیفه. آیا میار خلیفه و میار امیرالمومنین مگه هر کس برای خود لقب بانم؟ من که میگم سرباز بزی خاطر که من دوست ندارم که من خود بگویم کلان. هرگاه که ملت افغانستان، هرگاه نظامی های ما، هرگاه مبارزین ما گفت کلان استی، او لازم ما میگم کلان. فعلا ما سرباز هستیم، ما خلیفه و امیرالمومنین نیستیم که بیای بناق نه کس او رو دیده میگه من امیرالمومنین هستم. و او حدیث، او شیخ الحدیث، او با 3000 حدیث نبوی رو یادش که یاد نداره. او خلیفه، او از عربی بلد نیست. شما دیدی که آیه حدیث درست نمیتونه بخونه. ما به منطقه خود به نام بوم میگیم، یک چیزی هست نس از سر دیوارا میشینه و اگه صدا کنه میگه در این خانه مرده میاد. شما هم ریش زیر سعی کنید، همه قیافی زیر سعی کنید. ما نمیخوایم انسان ها رو توهین کنید، اصلا از تار ریش زیر قطرات خون بیگناه ها برادران دشت برای چی ما میبارن؟ از چاره زنبق میبارن. شما ای آنقدر منفور است که میرن به دشت لیلی میشینه که اینجا مردم شهید کردن. تو برو باید اگر چاره زنبق هم بشین که برادرت اونجا 1700 نفر از 800 نفر کشتن تباه کردن، خودت با واسکت این تاری گیر آمدی، تو بر چی؟ امینا را بر ما آوردن، امی خارجی ها، امی بطه معاملی ننگین خلیلزاد که فعلا تاکید بردی داره که موافقتنامه دوبه باید پذیرفته شود. میلیاردان میلیارد پول گرفتی خلیلزاد، تو بطن معامله کردی، هر قطره خون سرباز و نظامی که در افغانستان توسط طالب میچکن قاتل زو اشرف غنی هست، مویب هست، امرالله سالی و تیم زو هست و عامل اصلی دو. شما مصاحبه ما رو دیده بوده، دو سال قبل از من میگفت خلیلزاد به جای نمیرسه، خلیلزاد وطن معامله میکنن. بسیار اگه نکرد، اگه در یادت باشه، بسیار آقای حسینی، شما در مصاحبه گذشت، بله شما در مصاحبه نخستی هم که ما و شما داشتیم در مورد آقای خلیلزاد همین صحبت ها رو بیان کرد. اون زمان هنوز نظام جمهوریت برپا بود، اما طالب تا پشت دروازه کابل آمده بود. من میخوام دوباره سوال خود تکرار کنم، پول جنگ در برابر طالبان را جبهه آزادی از کجا میآوره؟ نگویید که جیب شخصی، به دلیلی که از جیب شخصی پول جنگ داده نمیشه، یا اینکه جنگی در کار نیست، نمی جنگید، یا اگر جنگ میکنید پول انگفتی باید در اختیار داشته باشید. یک. دو، تعداد سربازان و جنگجویان شما در جغرافیای افغانستان
سربازانی که سلاح در دست دارن و در برابر طالب می جنگن چقدر هست؟ و سوم، آیا جغرافیایی در داخل افغانستان در اختیار دارید؟ آقای حسینی اگر لطف کنید و لطف کنید مشخص پاسخ سوالات مرا را کنید. یک افغانی را هیچ کشور بازم تکرار منو بر ما ندادن. مردمان خیر، جوانان قهرمان، او کسایی که چی در داخل و خارج کار میکنن و داشته های خود ما که داشتیم اینا را سرهم کردیم از یک مجرای اساسی و طی حساب شده در افغانستان جنگ و مبارزه خود آغاز کردیم و ای بر ما منتظر باشیم که ملت افغانستان زیر یوغ همین گروه وحشی باشه و ما منتظر باشیم که بر ما کشورهای همسایه یا فرا منطقه بر ما کمک کنه که ما برای افغانستان آزاد کنیم. به او خاطر مبارزه نمی کنیم. بر ما هیچ کس کمک نکرده. داشته های خود ما خیرین تجار و دوستایی که در خارج از افغانستان است، در چی در آمریکا و چی در اروپا هست، چی در آسیا هست، ما رو کمک کردن. این جبهه آنها متعلق به حسینی یا یاسین ضیا نیست یا دیگه کسا دیگه نظامیان نیست، این متعلق به کل مردم افغانستان است و ما به خاطر مردم افغانستان و آزادی افغانستان مبارزه میکنیم. هرگاه افغانستان آزاد کردیم، همو کسایی که تعهد داریم، ما خانهای خود هستیم، مردمان مدبر می حکومت می گیرن. بسیار خوب. تعداد سربازانتان چقدر است؟ تعداد سربازان ما در 23 ولایت افراد اکتیف داریم، مسلح داریم بر مبارزه. 23 ولایت ما میتونیم تخمین دقیق دار بکنیم بالاتر از 2000 نفر. بالاتر از 2000 نفر. بالاتر از 2000 جنگجو همین لحظه شما در 23 ولایت افغانستان ما دارم. در 23 ولایت مسلح داریم. بله آقای حسینی، 23 ولایت؟ بله. بسیار خوب. در کدام ولایات همین لحظه در برابر طالبان شما درگیری دارید؟ خب ما همین لحظه در مقابل طالب درگیری نداریم. بیشترین درگیری های ما به ولایت شمال است. ما از فرصت های ممکن استفاده میکنیم. جنگ های نامنظم یا پارتیزانی ما استفاده میکنیم. آن لحظه که ما اما به فن نظامی خود یا تکتیک نظامی خود میفهمیم که ما اینجا موفق هستیم و تلفات نمیدیم. شما دیده باشین ما او جنگایی که در بغلان شده و اندراب شده، او خب بحث جداگانه هست. ما در تمام ولایات بخصوص کابل، پروان، کاپیسا، قندار، هم جایی که ما وظیفه اجرا کردیم موفقانه بودیم. ما هیچ نوع تلفات نداشتیم. ما از فرصت ها استفاده میکنیم و میخواییم که ضربه بزنیم و برای ما مشکل پیش نشه. بسیار خوب. آقای حسینی، دقیقا چه مدت هست که جبهه آزادی ایجاد شده؟ دقیقا اگر بیان کنید. دقیقا جبهه آزادی میتونم گفته که بیشتر از یک سال است. بیشتر از یک سال. بیشتر از یک سال. بله. در این بیشتر از یک سال در این جنگ های پارتیزانی که به قول خودتان بیان کردید، تلفاتی که به دشمن وارد کردید، به دشمن خودتان، به گروه طالبان وارد کردید و تلفاتی که گروه طالبان به شما وارد کردن چقدر بوده؟ آمار هست؟ بله، ما میتونم بگیم که بیشتر از 500 نفر از دشمن ما از بین بردیم. میتونم بگوی بیشتر از 680 نفر از دشمن زخمی شده و از خودم میتونم بگویم که بیشتر از 22 نفر شهید دادیم و 6 نفر هم اسیر داریم. وضعیت اسرایتان چگونه است؟ وضعیت اسرای دیگه پیش یک گروهی که اونا به هیچ معیار حقوقی و انسانی و بشری پایبند نیست و اسلامی، ما هیچ نوع توقع نداریم. ما اونا را از جمله شهدای راه حق و آزادی گرفتیم. این اسرا چه کسانی هستن؟ این 6 نفر را میتونید بگویید چه کسانی هستن؟ از فرماندهان جبهه آزادی هستن یا جز سربازان جبهه آزادی بودن؟ خب همگی ما میتونیم گفته که ما سربازان، ما فرمانده نیستیم، اونا هم نیست و میار سربازی هستن. به خاطر مشکلاتی که باز نرود داخل زندان و مجاهدان باز شروع نکنن، از نام و دنا خودداری میکنم و معذرت برادرت رو بپذیر. خواهش میکنم. این 500 نفر تلفاتی که شما گفتید به دشمن وارد کردید، این 500 نفر آقای حسینی
دقیقا در کدام جبهات بوده، در چه زمانهایی بوده و چرا رسانه ای نشده به اندازه ای که خب 500 نفر از یک گروهی به نام گروه طالبان تعداد کمی نیست، این 500 نفر چرا به اندازه 500 نفر رسانه ای نشد؟ همگی رسانه ای شدن. اگر شما امو طرح سوالات که برای ما یک روز یا دو روز یا دو ساعت جلوتر روان میکردین، والا من کل امو اسناد و تاریخ داره برای شما میکشیدم. باز اگر شما خواسته باشی باز من تو مکمل باز کدام ولایت چی تاریخ چی روز چی ساعت با فیلم و با اسناد بر برادر خود روان میکنم. بسیار خب، سپاسگزارم. آقای حسینی، سوال دیگر من از شما این است که آیا یکی از فرماندهانی که مرگ او واقعا برای مردم افغانستان، مخصوصا برای کسانی که با خط فکری طالبان مشکل دارند و موافق نیستند، سنگین تمام شد اکمل امیر بود، یکی از سربازان جبهه آزادی بود، درست است؟ بله. بسیار خب، چه کسی باعث بدام افتادن اکمل امیر شد؟ آقای حسینی. خب اکمل امیر یکی از قهرمانان افغانستان است و او متعلق به فرد مردم افغانستان است و قلب خواهر و برادر ما را جریحه‌دار کردن به شهادت دون. اولا که آقای امیر یکی از مؤسسین و بزرگا در رأس جبهه آزادی بودند و اونا به خواست خود به پیشنهاد خود، گرچه که در ایامی که اونا داخل می شدن ما با رفتن اونا به افغانستان شدیداً مخالف بودم. ما به عمره رفته بودم، به قبل از عید فطر ما به عمره بودم به عربستان سعودی. یک وقت ما داخل تن مطاف داخل حرم شریف بودم، طواف میکردم دور خانه کعبه که زنگ از اونا آمد که ما می جاست. باز من بعد از ختم طواف همراه اینا گپ زدم که اونا بود، بسیر خان بود به نام روید پیکار، اینا هر سیز نام روید اینا گپ زدم. باز اونا چیزای تجهیزات و اینا خواستن، تاکید ما برمی بود که تا که امکانات برای شما میرسه نیروهای دیگه برای شما ملحق از میشن. کجا به شما زنگ زده بودن آقای حسینی؟ از افغانستان، از سالنگ. بله از سالنگ. و آقای امیر به خاطر آزادی افغانستان، به خاطر عزت مردم افغانستان رفت جان خود قربان کردن و مانند آقای امیر هزارا جنرال و سرباز و افسر و ساتنمند در راه آزادی و استقلال به خاطر آرامش مردم افغانستان جان خود از دست دادن. اونا هم خود از اونا به میل خود رفتن و جان قربان کردن، نام از اونا به خط زرین در قلب هر انسان افغان که به خاطر وطن مبارزه کردن هست و در سرلو جبهه آزادی نام دنا و آقای اندرابی و هم قطران دنا هست. بسیار خوب. آقای حسینی، این که چی کسی اونا را به دام انداختن، اونا پیش ما هست، مطمئن باشین که پیدا شده، تحقیق و استنتاق درست شده. به خاطر شرایط کنونی که فعلا بر ما شرایط فراهم نیست که ما بتانیم او عاملین اصلی را مجازات کنین، از بردن نام از اونا شما و ملت افغانستان این افرادی که جای مکان بود و باش اکمل امیر و یارانش را در سالنگ به دشمن میدن، به گروه طالبان میدن، این افراد درون جبهه آزادی بوده، درست است؟ یعنی افراد خودتان نیست؟ نه، در درون جبهه آزادی ما چنین خائنی نداریم که او بر همسنگر خود خیانت کنند. او کسایی که از محبت و انسانیت و شرافت آقای امیر استفاده کردند و از اعتماد از سوء استفاده کردند، او را به دام انداختند. انشالله و رحمان روز ملت افغانستان شاید محاکمه و مجازات دونا خواهد بود. یاسین ضیا چقدر در بدام افتادن اکمل امیر نقش داشته؟ آقای حسینی، شما حتما تحلیل های مردم افغانستان را دنبال می کنید و شماری از افراد سرشناس افغانستان را که در همان روزهای نخست
شهادت اکمل امیر گفتند که خب به هر حال فرماندهی نظامی مخصوصا جبهه آزادی در اختیار آقای یاسین ضیاست، این افراد با مدیریت آقای یاسین ضیا وارد افغانستان میشن، به سالنگ میرن، روزها را در یک مکان سپری میکنن تا اینکه بالاخره به دام دشمن میفتن. و مکالماتی که در این بین میان اکمل امیر و یاسین ضیا صورت گرفته بوده، گفته میشه که بارها اکمل امیر خواسته که درخواست کرده که از آقای یاسین ضیا که اجازه بده که وارد پنجشیر شود، اما آقای یاسین ضیا تاکیدش بر این بوده که باید در سالنگ بمانید. من امیدوار هستم که خب به هر حال با پاسداری از خون شهدای افغانستان و اکمل امیر صادقانه پاسخ بدید. آقای حسینی، ما صادقانه در طول زندگی تو غیر صادقانه از من نخواهد شنید ملت افغانستان. من یک سوال کوتاه عمیقی از شما مینم، با وضاحت میدم. شما منیس یک جوان روشن فکر، منیس یک ژورنالیست، اس ششم شما و دیدگاه و قلب شما در مورد عبدالستار و حسینی چی میگه؟ آدم خراب است، متوسط است، آدم مذبذب است، ترسو است، چاپلوس است، عجیر خودفروخته است، با وصف دی که من میگم که نام اکمل امیر به خط زرین و قلبای ما هست. ما حاضرم سوگند بخورم، برادر از و پدر از و که از وجود از اونو هست اندازی و حسینی رنگ نبوده به شهادت اکمل امیر و بسیر اندرابی در تمام جنگ ها امرای آقای اندرابی بوده. و یاسین ضیا به قتل اکمل امیر و افراد ما و زی دخل می بود و مال ما برات می آمده، می گفته که یاسین ضیا آدم خوب است و اولاد غریب است و دیگه. خب می گفتم که نیست، امی کسی بازوی خوده، برادر خوده، کسی که عزت می بخشه برای این جبهه، برای مردم افغانستان، امی برادر خوده کسی به شهادت میده، چی گفته؟ چی مثلا چی اینجی چی هست؟ اینجا افغانستان فتح شده، اینجا می خواه ریاست جمهوری رو بگیره، بین دکتر سب یاسین ضیا و آقای امیر این مناقشه هست، جبهه میگه بادی باشه یا او باشه. تازه کسایی بوده که میخواسته خود قربانی کنه به خاطر اما گفتی آقای اندرابی شاید ما کشته شویم و خون ما آینده را برای نسل جوان ترسیم میکنه. اینا با شوق و علاقه خود رفته اونجا. این دکتر سب یاسین ضیا او چیزی که یکی خود دشمن است، یکی کسایی است که به آسیاب دشمن آب مندازنه. اگر ما در وجود یاسین ضیا خیانت و تن فروشی، او واقعا از خود سرباز خوده، برادر خوده، افراد جبهه بیشتر نخواهد. من آدم خود فروخته نیستم و من آدم چاپلوس هم نیستم، به خاطر چوکی و موقفم ما کار نمیکنم. من به خاطر افغانستان و مردم، انتجام اقوام، چی هزاره است، خوزبک است، تاجیک است، ما بارها گفتم که عشق ما هزاره است، تمام اقوام دوست دارم، هزاره رو بیشتر دوست دارم، و این فطرتم است. حالا من از هزاره میترسم؟ نه، من از فراستم، از آرجات، بامیان، دایکندیز، غدنی، جاغوری، من بچه دارم، بچه خونده دارم از ازارا. ما بارها گفتیم که من مدافی، وکیل مدافی اصلی برادران ازاری خود است. تا ازارای ما در افغانستان جایگاه ما مشخص هم نشه، مبارزی ما اینجا از تمام اقوام. خب ما خود نمیتونیم بیاد قضاوت ناق بکنیم که یاسین ضیا آمده اکمل امیر کشته. او کسایی که این گپا رو میگه اونا خجالت بکشن. واقعا یه ننگ تاسف است که ما باید کلی متفق شویم تحت یک قیادت، هر کس که توانایی داره سفرایی دشمن بریم، دشمنه که پاکستان عملا کشور ما را اشغال کردن، دشمن خود شکست بدیم. اینا سر 24 تا در فیسبوک از دنیای مجازی دکتر ضیا رو کشت، دکتر ضیا رو کشت. ای خداوند شما را هدایت کنه. مگه بفهم دکتر ضیا خیانتکار است؟ خب من برم تلویزیون به اول بر خود زنگ میدن میگه بگی یک برنامه بگی که من وضاحت بدم مشکلات. آقای حسینی، تفاوت شما با آقای یاسین ضیا این است که شما سالها در برابر نظام جمهوریت آقای غنی شورای امنیت ایستاده بودید و در پارلمان نقد میکردید، اما یاسین ضیا به هر حال از درجات بسیار پایین در کنار همین آقای غنی و آقای محب و لویدرسیزی وزارت دفاع و سرپرستی وزارت دفاع رسید و یکی از یاران و همدمان بسیار زیاد نزدیک آقای اشرف غنی بود. وقتی که گذشته آقای غنی را بررسی میکنیم میبینیم که آقای یاسین ضیا هم در کنار آقای اشرف غنی سالهای سال در نظام افغانستان حضور داشتن. اینه که دیگه مطمئنا شما هم نمیتونید رد کنید، به دلیلی که در کارنامه کاری آقای یاسین ضیا نوشته است که در کنار چه کسی ایفای وظیفه کرده. به او خاطر گهگداری وقتی گفته میشه که اکمل امیر بارها درخواست کرده از یاسین ضیا که اجازه بده سالنگ نقطه امنی نیست و
تجربه من تجربه ای نیست که من در سالنگ بتانم مقاومت کنم، اجازه بده وارد پنجشیر شوم. این گفته ها وقتی از سوی افراد سرشناس و چهره های مطرح گفته میشه، علامت سوال در ذهن انسان شکل میگیره که خب یاسین ضیا در کجای این داستان، در کجای مرگ اکمل امیر قرار داشته؟ پس شما کلی رد میکنید که توطئه از سوی آقای یاسین ضیا در مرگ آقای اکمل امیر صورت نگرفته؟ اصلا ابدا. شما، من یک چیز دیگر خیلی کوتاه مختصر اشاره میکنم. در صورتی که اینا پیشنهاد کردن به دکتر یاسین ضیا که من میرم پنشیر و دکتر یاسین ضیا گفته بود نه شما نرو، خب چرا برام نگفتن؟ اگه گفتن خب آدمو کسایی که همراه اکمل امیر به نام روید پیکار رئیس ارکان ما بود فرا از تخار از فیلن زنده هست، یعنی من میرم هر خواسته باشه او را بر رسانه میارم، چرا برام نگفتن؟ مگه کار جنگ و جبهه رو تنها دکتر یاسین ضیا پیش نمیبره؟ خب پس دروغ است، این توطئه هست. یک کسی که میخواد کار کنه برای وطن او مانی زو میشه. و میایم سر مسئله خب هر که دکتر یاسین ضیا یک اولاد غریب است، پدر زو در زمان خلکیا شهید شده، درس خوانده، در بشانده خوانده، در پنتون خوانده، سای منصب بوده، ای امرای اشرف غنی او سای منصب، ای که حکومت کرزی و غنی مسلط شد سر قوای مسلح ما، قوای مسلح ما باید بیطرف باشه، او یک سرباز بیطرف بوده کار میکرده. اما خیلی خونه میشه که امرای اشرف غنی سلام علیک کرد نفر اشرف غنی است، چرا چهار ماه پیش از سکوت او را پس کرد؟ من در فرا بودم که تلویزیون نشون داد که یک چیز مدال سرسینیش نست کرد که برو مرخص هستی، تا روزی که یاسین ضیا لوی درستیز بود یک ولس ولی ما سکوت ندادیم، بعد از چهار روز به یک شو اشاره چهار ولس ولی سکوت دادیم. خوی کل پلان شده بود. بسیار خوب. اگر یار غنی و مایه می بود چرا او رو پس کرد دیگر؟ بسیار خوب. آقای غنی بیا، آقای غنی میگه ما معذرت میخوایم، آقای حسینی خدا ببخشید مرا، بذار ببخشید دیگه، ما معذرت میخوایم از شما آقای حسینی، به دلیلی که من فکر میکنم هیچ کسی در افغانستان دیگه دوست نداشته باشه که از زور غنی صدا کنه. نه بوت مرکز غنی شد بوت خود از پنجره بیرون بندازه. آقای حسینی، جبهه آزادی، جبهه مقاومت، شورای نجات ملی برای مردم افغانستان و یکی دو جبهه دیگری که در درون افغانستان شکل گرفته، اینها به صورت جداگانه و متفرق و دور از یکدیگر با دیدگاه‌های احتمالاً متفاوت نسبت به آینده افغانستان و شیوه مبارزه در برابر طالبان می‌جنگن و تا کنون، بیایید صادقانه صحبت کنیم، یک وجب از جغرافیای افغانستان تمام این جبهاتی که در کنار جبهه آزادی اونا هم به قول شما چندین هزار نیروی مسلح دارن در درون افغانستان در اختیار ندارن، مثل شمایی که یک وجب از جغرافیای افغانستان و از خاک افغانستان در اختیارتان نیست، چرا هیچگاه نخواستید به صورت متحدانه تحت یک فرمان و یک رهبری در برابر یک گروه مثل گروه طالبان بیستید و بجنگید؟ گروه طالبانی که تمام تجهیزات وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست امنیت ملی افغانستان و احتمالاً تعداد زیادی از تجهیزات آمریکایی‌ها در حالا در اختیارشان است و جنگیدن با 2000 نفر در برابر گروه طالبان یعنی شکست خوردن، آب را در هاون کوبیدن است. خب ببینین، یکی مسئله سوال شما هست، مرا دوستا صدای مرا میشنوند، برادرای آقای مسعود، کسایی که در جبهه مقاومت سم داره همراه احمد مسعود، من منیسی یک افغان، منیسی یک کسی که من نه ریاکار، بازم تکرار میکنم، نه چاپلوس است، نه از کس میترسم، فقط از خدا، از بنده روی زمین، من چیز به نام ترس نمیشناسم در زندگی، یعنی من تا فعلا موفق نشدم که با احمد مسعود گپ بزنم. من در نشست اتریش، نشست اول اتریش سر آقای احمد مسعود صدا کردم که در دو جلسه دکتر سبس فانتوم بوده، رحمت الله نبیل هم بوده، فوزی کوفی هم بوده، شکری بارکزی هم بوده و زیاد کسا بوده، 30 و چند نفر بودم. گفتم احمد جان تو یادگار قهرمان ملی هستی برمان، درست است که قهرمان ملی پدر تو است، ولی ما به وجود تو فخر میکنیم، بیایم که تحت یک قیادت یک جا شویم، هر کس که توانایی و درایت داره بیایم که پیش شویم. اما اطرافیان آقای احمد کسایی هست
مثل آقای بسم الله محمدی، مثل امرالله صالح، اونا میفهمن در جایی که حسینی باشه امرالله صالح نمیتونن توطئه تیار کنه بر ملت افغانستان، در جایی که حسینی باشه بسم الله محمدی نمیتونه فساد مالی کنن، بنان باید او رو دور نگاه کنن. اونا نخواستن. آقای احمد که میگه بیاین یک جا شویم، وقتی که من بر نشست اتریش برات گفتم که بیاین یک جا شویم، تو حتی حاضر نشدی بعد از یک روز دو روز حتی زنگ بزنی که تو همین گفت گفتی چی گفتین. او را برش اطرافی ها میگه تو کلان آدم هست، تو امیر هست، تو چطور امرای حسینی گفت میزنی؟ در حالی که سنم هم از او بالاتر است، تجربه کاری هم از او بالاتر است، تحصیلات هم از او بالاتر است، پدر از او هم شهید شده، پدر هم شهید شده. اگر پدر از او قهرمان، ما خوب به نام از او افتخار میکنیم. اگر قهرمان گفته و قبول داره، خب ما او رو قهرمان کرده، ما گفته که قهرمان کشور ما، تو خو نیست قهرمان ما. حالا تو چی گفته بر لقب امیر بر خود میگذاری؟ تو رو میگه تو امیر جوان، تو باید بگو من سرباز وطن. بیا به نام سرباز کلی که یک جای حرکت میکنیم. هر وقت که رفت داخل افغانستان، افغانستان رو فتح کردیم، باز میگه میگه یک کس نل اسب دیده بود، دم را میرفت یک نل اسب دیده، چی خواهد ما اسب دیدم؟ یک کس مثل آقای لشکری آمد گفت سبر کو اسب؟ گفت نل اسب دیدم، چهار سه تا نل دیگه مانده همراه اسب و زین و لجوم اینا مانده. از ما هیچ نداریم، خود یکی امیر مگذاریم، یکی رهبر با برادر بریم که دشمن پس کنیم. تمام زندگی ما در خطر است، هویت ما در خطر است، مادن ما را استخراج کرد، سلای ما را برد بر فرق، تمام اسناد از او هست، اقوام ما را کشت، برد به سمت شمال تی تی پی و یوغورا و دایش و القایده را جا به جا کرد. او برادر بیاییم که به خاطر آینده نسل خود زحمت بکشیم. ما باید اول پوزیشن ما معلوم باشه، بعد لقب بر ما مشخص کرد که لقب تو کی هستی؟ هیچی نیستی. اما فعلا من فراری هستم، از مردم افغانستانم در زمان تصدی وکالت خود معذرت میخوایم که نتونستم بردنا کار کنم، نتونست یک وکیل خوب باشم. بیایم از مردم افغانستان معذرت خواهی کنیم، بیایم مردم افغانستان ما رو ببخشد، بیایم که درد از اونا رو مرحم کنیم. اول باید ماش ما مشخص باشد، لقب ما مشخص باشد، پوزیشن ما معلوم باشد. او برادر من یک آدم، یک برادر از دارم که نداره لباسای بنجل داره، او هم ما فرق نداره، ما هیچ کدوم تفاوت انسان ها به تقوا و پریزگاری دو هست که هم با خدا هست. نمیتونم بیا اینجا بیا من آجی عبدالستار فلانی هست، نه برادر، عبدالستار هستی باید مرد افغانستان هستی، کار من مرد هستی، برو بر مرد افغانستان کار کن. بناهن ما مشکلات دیدگاهی نداریم، ما دوست داریم هر کس که به ضد طالب مبارزه میکنه. اما به هر صورت تا هنوز موفق نشدید. پس شما با عنوان رهبران جبهه آزادی با رهبران جبهه مقاومت در یک صف بنشینید، گفتگو کنید و بگویید که خب اوکی، تمام هدف ما یکیست، شکست گروه طالبان، مبارزه در برابر گروه طالبان، وارد شدن به جغرافیای افغانستان، گرفتن اقتدار، گرفتن خاک، هدف یکیست، حرکت کنیم. تا هنوز موفق به این گفتگوی ابتدایی نشدید آقای حسینی. خب نشدیم. اما چرا شما می نیستی یک جوان بگویید من چطور با امرالله صالح میام یک جای میشم؟ امرالله صالح که سه دفعه طالب میای خانه دور تلاشین از خانه دور دلار میکشن، تو نمی نیستی معاون اول رئیس جمهور استاد میشد و میگفتی حکومت نظامی که ما کلی که میامدیم کنار تو استاد میشه. من آجی عبدالستار و حسینی به امرالله صالح رای دادم بخاطر که رئیس امنیت ملی بوده، ما مسئله قومی و سمتی رو دامن نزده، گفتی یک تاجیک است و رئیس امنیت ملی بوده، یک شناخت داره از شبکه‌های استخباراتی بخصوص پاکستان، بیا امیر حمایت کنیم. بعد میای از خانه تو طلا میبره، از هند پیسه میگیره که نظام حکومت کنه، او رو میبره خانه خود میگذاره. تو خشت طلا رو کجا آوردی؟ این خشت طلا چی بابت از ده خانه تو؟ ما باز میام رایزه میشینم، ما بسم الله محمدی تو وزیر دفاع هستی، میگه مرا آخر برد، من صلاحیت نداشتم. صلاحیت نداشتم چرا نمیدی در پارلمان نگفتی که من صلاحیت ندارم؟ اشرف غنی سرمه می کارا تمیل میکنه، بیای وکیل استاد شویم. چرا یک روز نمیدی به کمیسیون امنیت داخلی که انویت یک مشکل است؟ تو به خاطر پیسه خو رفتی، پیسه رو جمع کردی، پیسه رو فرار دادی، وزارت دفاع هم تسلیم کردی، بعد هم آمدی پس در جبه. بعد من میای عبدالستار حسینی 43 نفر کشته دادم، او برزو ازبک، تاجیک، پشتون، ایماق، نورستانی، بلوچ، همین فرق نمی کنه، کلی برادر مست. من میای تو فقط همه پنشیر داره، میای قریه به نام پنشیر گپ میزنی،
به نام هم یک قریه ولسوالی گفت میدنه کل ما میاد پشتر تو را میریم نمیریم بیایم ما یک هزاره را پیش میکنیم. آقا جان تایید قرنها امی برادران پشتون ما که من خود ممینیست یک پشت من انسانتم پشتونیتم نتیجه نداده تاجیکانت ما بیای هزاره را پیش میکنم. هر کس که توانایی داره بیاد پیش شود. خیر است که هزاره غریب است. پدر از قهرمان نبوده یا امیر نبوده یا رهبر نبوده. هزاره ازبک پیش میکنیم. ترکمن پیش میکنیم. یک بلوچ پیش میکنیم. کل تحت یک قیادت پشت سر میریم. نه ما باشم نه تو باش. بیا هزاره را پیش میکنیم. میری دشمن شکست میریم. پس نه. هدف باید لقب به خاطر که اینا طی سالیان سال از نام احمدشاه مسعود که او جان خود برای وطن قربان کرد این برادران کل پنشیری ها نه این برادران پنشیری ما 600 تا جنرالی رو گرفت خانه گرفت از نام همون قهرمان اینا سوء استفاده که تا امروز حالا باز بچی داره پیش کرده و در نهایت همین پنشیری ها اگه کسی دیگه همین بچی مسعود همین تنها یادگار دی که متعلق به کل افغانستان مردوب پنشیر نیست اگه میره همین پنشیری ها به کشتن نداد ما خب مرده هستم با دمی مردمایی که مشنوا یادش کنه بگای ستارمو یک وقت یک مصاحبه داشت با لشکری گفته بود که بیر پنشیریا میکشن مثل که احمد شاه مسعود کشت. ما برش میگیم بیا کس بیای که یک جا شویم بیایم تحت یک قیادت هر کس که توانایی داره هر کس که درایت داره بگذاریم پشت و گپای دیگر که پدرم کی بوده و مادرم کی بوده و ما از کدام طایفه و قوم هستم دشمن مشخص است جغرافیایی که اشغال شده مشخص است بیایم که کلگی یک جا شویم توبه کنیم از عدم تای قلب تا که افغانستان فتح نمی کنیم از اشغال آزاد نمی کنیم هیچ انعشاب نداریم هیچ مخالفت نداریم بعد که افغانستان آزاد کردیم استوار شدیم مردم افغانستان میگه بیایم انال هر کس که رهبر میکنی میر میکنی البته در تاریخ در تاریخ نشان داده بعد از اینکه افغانستان را آزاد میکنید یک جنگای داخلی 20 ساله دیگر آغاز میکنید که مردم زیادتری را میکشید. آقای حسینی بیایید که این که میکشید منظور ما شما نبودید تاریخ را من گفتم در تاریخ این گونه بوده. آقای حسینی پس بیایید که صحبت ها رو کوتاه کنیم و بعد از اون شما خداحافظی کنیم به دلیل که بیشتر از یک ساعت است که ما شما صحبت میکنیم. یک دیدگاه شما با دیدگاه احمد مسعود در امر مبارزه با گروه طالبان تفاوت نداره اما اطرافیان احمد مسعود گویا باعث شدن که جبهه آزادی و جبهه مقاومت در یک خط مشترک نتونن حتی موازی نتونن حرکت کنن درست است؟ درست کاملا بسیار خوب دو شما به عنوان یک جبهه نظامی و سیاسی که در برابر گروه طالبانی که تمام جغرافیای افغانستان و حکومت افغانستان را در دست داره در حال جنگیدن هستید فقط با 2000 جنگجو بدون حمایت مالی هیچ کشور بیرونی درست است؟ کاملا درست است هر گاهی که هر کشور ما را حمایت کن ما بر ملت افغانستان میگه فلان کشور ما را حمایت کرد بسیار خوب موضوع سوم در حال حاضر در هیچ کجای افغانستان هیچ جنگ مسلحانه از سوی جبهه آزادی در برابر گروه طالبان وجود نداره در هر هفته یک عملیات داریم در سر تا سر افغانستان در هر هفته یک عملیات در برابر گروه طالبان در هر هفته در هفته دو عملیات خلاصه بیکار نیستیم ارادی ما قوی هست درست از جغرافیا به دست دشمن است اونا فعلا قوی تر است ارادی ما قوی است حزم ما حزم راسخ داریم با خدای خود تعهد کردیم که طالب تا که بر تمام مردم افغانستان حق ندهند و مردم افغانستان تمام اقوام اقلیت ها را به رسمیت نشناسند و مساویانه مردم افغانستان زندگی نکنند مبارزی ما و حق خواهران ما که نیمی پیکر جامعه هست حق خواهران ما به طور شاهد باید بر راه دادن شه مبارزی ما ادامه دارد بسیار خوب و داستان پایانی این که در قتل یا کشته شدن اکمل امیر و یارانش در سالنگ توسط گروه طالبان دوستتان آقای یاسین ضیا هیچ نقشی نداشتن ابدا اگر تاریخ ثابت کرد همه چیز سیر تاریخ به اثبات میرسونه مثل دقیقا. که خشت طلا و دلارای از خانه آقای سالی بیرون شد همه چیز سیر تاریخ ثابت میکنه اگر آقای یاسین ضیا سیر تاریخ ثابت کرد که اکمل امیر اینا دست داشته یا خوشبین بوده
آقای عبدالستار و حسینی هم همراه دکتر یاسین زیا یک جا به قتل دیدن و قضایا. بسیار سپاسگزارم شما آقای گوستون برای ملت. آقای عبدالستار حسینی، در پایان می‌خوایم با توجه به تمام این چهار موردی که ما و شما در پایان بررسی کردیم، در پایان بگویید که عملاً و از لحاظ منطقی و با بررسی تمامی این عواملی که امروز صحبت کردیم، حداقل در شرایط فعلی شما جبهه آزادی، جبهه مقاومت، شورای نجات ملی برای مردم افغانستان، هیچ کدامتان هیچ شانسی برای شکست دادن گروه طالبان ندارید، درست است؟ نه، ما شانس بسیار قوی داریم. مردم افغانستان همراه ما هست، اولا خداوند همراه ما، چون ما بر حق ما به خاطر مادیات، به خاطر اقتدار مبارزه نمی کنیم. ما به خاطر ظلم و استبدادی که سر ملت افغانستان جاری هست مبارزه می کنیم و به نام خداوند حرکت کردیم. ما برنده هستیم و ما امیدوار به زی هستم که روز شب که کلگی جبهات، کلگی کسایی که مخالف طالبا هست بیاین از 34 ولایت افغانستان متفقانه بیاین پشت لقب و پوزیشن و کلونی نگردین، بیایم یک جا شویم و بر علیه و ما موافق هستیم. ما بر مردم افغانستان تعهد میدم، بر مردم افغانستان نوید میدم که اینا یک پروژه هست، اینا شکست خوردنی هست. دیگه شما طالب و ملا و لنگی و اینا را بجز بزرگای ما، بجز ملای واقعی به نام طالب در افغانستان نخواهیدنی، چون یک پروژه بود به نام دیگه. اما کسی که نکاح کنم، اما نکارم خود مردم خانواده میکنه، کسی که جنازه شوه اما جنازه خودم خودی دفن میکنه. دیگه از ملا و طالب یک پروژه خارجی آمریکایی و انگلیسی بود که دیگه ملا رو ببینی اما اونجا سنگسار کنی. شما ملای وقت میبینی داخل افغانستان خودت وریمت نکتای پوش لوکس منظم روز جمعه پیش رود بیای بگی روز جمعه اشتا نکتای داره بگی ملای امام جمعه ایت به ایت یک شرایط در افغانستان میاد. بر ملت افغانستان نوید میده که دیگه اینا ملا نبود، اینا بلا بود، اینا اجیران خودفروختی کشورهای غیر پیشه داشت به ریشی ملت افغانستان، داد هویت افغانستان طالب خراب کرد. و هر کس که در افغانستان، هر جبهه، هر کسی که در افغانستان طالب میکشند، طالب خون زما باز تا که اینا سر عقل بیاید، تا که سر عقل نیای خون زما باز. این فتوا ما عالم نیستم فتوا میدم به خاطر که اینا سر ناموس مردم رحم نمیکنن، سر عزت مردم، سر جغرافیا، سر منافع مادن ما هیچ نوع رحم نداره. یک گروه جاهل اجیر فروخته شده فقط سر ببر، قتل عام کن، پلچک خراب کن، سر ناموس مردم برو، به هیچ معیار برابر نیست. بیشترین فساد فعلا در گمرکات، در ولایات، بر دزدی، قاچاق مواد مخدر، اشیاء قیمتی، استخراج معدن، تمام چیزی که شما فکر میکنین بجز از جمع‌آوری پول طالب هیچ هنر دیگه نداره. بسیار سپاسگزارم شما آقای عبدالستار حسینی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان از ولایت فرا و همچنین یکی از رهبران جبهه آزادی افغانستان، یا یکی از به قول خودتان آقای حسینی یکی از سربازان جبهه آزادی افغانستان، از اینکه وقت دادید تا در برنامه کاکتوس پلاس بالاشگری از طریق تلویزیون آشنای صدای آمریکا بیشتر از یک ساعت گفتگو کنیم. سپاسگزار است. تشکر از شما برادر عزیز ما، تشکر از ملت افغانستان که ما را متقبل شدن و گفتگو ما را گوش کردن. سپاسگزار، خدا نگهدار، تا دیدار دیگر. سپاسگزار از شما دوستان عزیز که تا این دم با ما همراه بودید. هفته آینده هم برنامه کاکتوس پلاس با لشکری را رأس ساعت 6 به وقت 6:30 به وقت افغانستان از تلویزیون آشنای صدای آمریکا فراموش نکنید. این برنامه را میتونید به صورت کامل از طریق صفحات اجتماعی تلویزیون آشنای صدای آمریکا تماشا کنید. این مصاحبه بیشتر از یک ساعت جریان داشت. سپاسگزار و خدا نگهدار.